سوال گفته جسی به جرم 5 کیلوگرم تحت تاثیر سه نیروی F1 و F2 و F3 قرار گرفته و با شتاب آ حرکت میکند. اندازه نیروی F3 رو خواسته. خب نیرو کمیتی برداری بود. من مینویسم F مساوی است با MA. خب این F چیه؟ نیروی خالص شماست. من میتونم نیروی خالص رو پیدا کنم. نیروی خالص شما بر حسب بردار میشود 5 ضرب در منفی 4i به علاوه 3j. اوکی؟ فکر کن بردارت هم این یه عدده. دونه دونه ضرب کن. میگه آقا منفی 20i به علاوه 15j. خب آقا الان F1, F2 و F3 برداری هن. F براینده شما میشه جمع بردارهای F1 و F2 و F3. قبوله؟ خب تو F رو به دست آوردی. چقدر؟ منفی 20i به علاوه 15j. تو آزمونهای قبلی یادتون دادم همیشه گلابی با گلابی جمع میشه، نمیه گلابی با نارنگی جمع کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر من دوتا بردار دارم آی با آی جمع میشه، جی هم با جی جمع میشه. منفی 21i منهای 15 میشود منفی 36i به علاوه 19 و 8 میشود چقدر؟ 27j به علاوه F3 شما. الان F3 شما چی میشه؟ کل این پرانتزه رو ببرم اون ور دیگه، منفی 20i به علاوه 15j به علاوه 36i منهای 27j. قبوله؟ الان i داری و i، پس F3 میشود چند؟ میشود 16i به علاوه 15 و منفی 17 میشود منفی 27 میشه منفی 12j. بردارش از من خواسته بود؟ نه، اندازه یه نیرو. اندازه این نیرویی که بر حسب برداری شما باید زحمت بکشید یه فیثاغورس بزنی. فیثاغورس چی رو بزنی؟ 16 و 12. منفیش اصلا براتونم مهم نباشد. 16 به توان 2، 12 به توان 2. حاصل می شود رادیکال 400، یعنی 20 متر بر ثانیه. پس گزینه صحیح گزینه 2 هستش.